بنده حکیم. خب بازم برمیگردم شما دوستان عزیز ما، اما در مورد جام جهانی و سوال اول، البته آقای نایم، میگم که بزرگترین اتفاقی که در جام جهانی 2010 رخ داد از نگاه شما تا مرحله سیمی فاینال کدام اتفاق بوده و یک صحبت کوتاهی راجع به داشته باشین؟ مصاحبه چنان که در اوایل جام جهانی ما اعلام کردیم، گفتیم جام شگفتی هاست، واقعا هم شگفتی ها بود و دیگر که میشه نام جامم تغییر بده به نام حزب بزرگان فوتبال، مثل برزیل، آرژانتین، انگلیس، ایتالیا، فرانسه، تیم‌های بزرگی بودن که از این جام خداحافظی کردن. یعنی واقعا جامی نبوده که طور در این مرحله تیم‌های بزرگ از جام جهانی حذف شده باشه. یعنی شما به هر حال بزرگترین اتفاق جام جهانی را حذف تیم‌های بزرگ می‌دونید و نظر آقای حسینی چی سایه بود؟ من هم نظر آقای نامی دارم. جام شگفتی‌ها بود، تیم‌ها نتونستن خوب ظاهر شن، تیم‌های بزرگی که صاحب سبک بودن و حتی مربیان بزرگ اونها رو رهبری می‌کردن. و خیلی جای تعجب داره. خب همونطور که از مهمانان گرامی ما شنیدین و دیدین، به هر صورت بزرگترین اتفاقی که در جام جهانی 2010 همین حذف تیم‌های بزرگ بود، اما در ابتدا راجع به حذف اولین تیم مدعی صحبت میکنیم، این تیم ملی فرانسه. البته مدعی و قدرم نمیتونیم بگم تیم ملی فرانسه را، ولی به هر صورت آنها نایب قهرمان جام جهانی 2006 بودن، یعنی فینالیست جام جهانی 2006، و اتفاقا شروعشان هم مثل جام جهانی 2006 بود، یعنی در مرحله گروهی شروع خوبی نداشتن و در 2006 البته خدمتتون میگم که بعدا در مرحله کوارتر فینال و 16 تیم حتی سیمی فینال خوب درخشیدن و تونستن که تیم‌های بزرگی را حذف بکنن و با فینال راه پیدا بکنن. حالا هم صحبت میگم راجع به تیم ملی فرانسه که برات علت حذف تیم ملی فرانسه بس کوتاه بگن که چی میتونه باشه. یکی دلایلی که داشت که دعوت کردن بازیکنان بزرگی چون مانند کریم بنزما که یکی از بهترین فورواردهای حال حاضر اروپا که است در تیم رئال مادرید، واقعا خوب فوتبال میکنه، و دیگرش که اما درگیری‌های بین ترینر و بازیکنانی که در داخل تیم و رهکن وجود داشت دست به دست هم دادن تا این تیم نتونه در جام جهانی مثل جام جهانی 2002 نتیجه خوبی نگیره و با یک گل زده و بدون امتیاز از جام جهانی حذف شود. تنها بردی که فرانسه در جام جهانی داشت نسبت به جام جهانی 2002 یک گل زدهش بود، اگر نه دیگر مشکل چیزی ازش ندیدیم. خب دوستان ما، آقای حسینی هم گفتنی دارن راجع به اینکه به هر حال فرانسه چگونه، آیا امکانش میرفت که در مرحله گروهی داخل هست شون؟ امکانش خب بیشتر از کارشناسا میگفتن نه، چون بازی فرانسه در مقدماتشون خیلی ضعیف بود. اگر ضربه دستی که تری هانری نمیزد خب سود نمیکردن، و فرانسه که یک بار خب قهرمان جهان بود، او آمادگی امسال آمادگی لازم برای جام جهانی همچنان داشت. در مقابل مکزیک نیمه دومش دیدیم که حتی نتونستن به دروازه مکزیک خوب حمله کنن و خودشان رو پیدا نمیکردن. تشکر میکنم دوستان عزیزم. خب بیان که یک تصویر هم ببینیم راجع به آخر مسابقه فرانسه که در مقابل افریقای جنوبی بود و به هر حال باختی که برای تیم رقم خورد و یک بازیکنش هم در این مسابقه از دست دادن، ولی مسابقه رو ببینیم بعد صحبت میکنیم در ادامه برنامه. We'll be right back.
خب تصاویر نوباورانه از باخت فرانسه بود در مقابل افریقای جنوبی که منجر به حذف تیم شدن که در اون مسابقه 10 نفر هم بازی کردن. اما میریم راجع به مدافع عنوان قهرمانی، حذف یک مدافع عنوان قهرمانی در مرحله گروهی که کشور ایتالیا بود که شاید باخت و حذفش بیشتر از فرانسه نوباورانه بود. در ابتدا میخوایم که از آقای نائم بشنم که راجع به حذف ایتالیا چه گفتنی دارن. در این مقطع باید آقای یعنی ترینرشون فکر میکنم خوب یک نامم داشت ماچلو لیپی باید به حساب کارشناسان و همو چیزان خود ایتالیا گفته بودن. در این مقطع نباید ترینر تیم ملی میشد، چون تیمی که به دست گرفته بود نسبتاً میانگین سنشان نسبت به تمام تیم‌ها میانگین سنشان خیلی بالا بود و از نظر سرعت در مقابل تیم‌های دیگه کم آورده بودن. ما شما دیدیم که در مقابل اسلوواکی کم آوردن، بازی را 3-2 واگذار کردن. یک دلیل مهمش همی بود که نسبتاً میانگین سنشان خیلی بالا بود. خب آقای نائم، میانگین سنی پایین بالای تیم ایتالیا را دلیل باختشون میدن، اما آقای حسینی چه فکر میکنن؟ ایتالیا زمانی که عنوان قهرمانی را در جام جهانی 2006 گرفت باید خب یک برنامه‌ریزی میکرد. علم فوتبال ثابت کرده وقتی که تیمی قهرمان جام جهانی میشه خیلی درصدش کمه که برای مرتبه دوم قهرمان شه. حالا ایتالیا که دو بار در جام جهانی 34-38 فکر کنم قهرمان شد، خب او به خاطر پیدای دیکتاتوری موسولینی بود که خب قهرمان شد، ولی برنامه خوبی نچینده بودن ایتالیا. مثلا لیپی که همطور که آقای نائم گفتن بازیکنان جوانی که در لیگ‌های ایتالیا بازی میکنه میتونست دعوت کنه، اما اتکا روی پیرلو و یا بازیکنان اساسیش که احتمال میره در طی بازی مصدوم شوند، خب چه کسی جای اونا رو بگیره؟ ایتالیا که گروهش هم خیلی سخت نبود و همه میگفتن حداقل از گروه خودش صعود میکنه، واقعا تحت تاثیر قرار داد ایتالیا. دوستان خب دوستان ما حالا بازم میرم تصاویر از بازی ایتالیا رو میرم، آخرین بازیشان که یاد خاطره باشه از کشور ایتالیا که در مرحله گروهی هست شدند.